این صبحانه خوردن داره. هرمز خان دستتون درد نکنه. ولی باید قول بدین از اون صبحانه خارجی هم درست کنین. چشم پری خانم، چشم. اتفاقا بنده یه جایی میخوندم که انسان همه ی انرژی لازم روزانش رو از همین صبحانه میگیره. عالیه. به به، سلام، صبح بخیر. خانم فلورانس نایتینگل ما. میبینم که به موقع اومدم. اتفاقا لیلا جون خیلی هم بی موقع اومدی. این صبحانه فقط برای دو نفر آماده شده. حالا دست رو تو شستی؟ بله. ببینم همون جان، رنگت پریده، دیشب نخوابیدی؟ دیشب من تا صبح بیدار بودم، همینطوری داشتم فکر میکردم. آره دیگه، هنرمند جماعت همینطوره. همین هرمز خان چند دفعه اینو به من گفته، هنرمندو یهو آدمو میگیرن. خوابت میاد لیلا جون؟ بله. شما برو بخواب، بیدار شدی خودم واسه صبحونه درست میکنم، برو. هر خانم، من الان صبحونه‌مو میخورم دیگه. من دیگه بلند شدم از خواب، دیگه خوابم نمیاد که سرم پریده. یه ذره نون پنیر بدید. امجا نکنه این بیخوابی شما مربوط میشه به ملاقاتت با خانم رات ها؟ بله دقیقاً مربوط میشه به ملاقاتم با خانم رات. خب حالا این چه اتفاقی افتاده که خانم رات قدم رنجه کردن آمدن اینجا که خواب رو از چشمای شهلای شما برو؟ بله امجون، در واقع کار خیلی مهمی داشت. اومده بود بگه که فرهاد پسرش خیلی قبل‌تر از اینا باید میمرده. ای بابا. چی؟ وای لیلا جو، قلبم ریخ. به تو یاد ندادن اینجون حرفا رو سر صبح، اونم صبحونه، یه رو هوا پرتش نکنی. آخه یه مقدمی چیزی. یعنی جان اون که ساق و سلامت بود. نکته دقیقا همینه دیگه. مادرش اومده بود بگه که این 5 سال پیش بیماری خیلی جدی میگیره، خیلی عجیب و غریب، که دکترها اصلا جوابش میکنن همون موقع، به خودش هم میگن که درمانی نداره. همون موقع این یه روماتیسم قلبی هم داشته که باید جراحی میشده. بعد دکترها گفتن با توجه به اون بیماریش اگه جراحی بشه ممکنه زیر عمل اصلا تموم کنه. باورم نمیشه، اصلا تعجب میکنه. اون که از تو هم قبراق‌تره. خب این خانم راد از شما چی میخواد؟ در واقع مادره خیلی نگران پسرش بود. میگفت بچه‌ی من 5 ساله که داره با این بیماری مبارزه میکنه، الان اگه من بیام بهش جواب منفی بدم ممکنه ناامید بشه، یهو بمیره. میدونی در واقع یه جورای جواب بله مصلحتی میخواست. آخه این بله مصلحتی به چه درد اون بیچاره میخوره؟ اون که این کاری تو میخوای بکنی؟ نمیدونم پری خانم، خودم هم دارم بهش فکر میکنم، خیلی مرددم. اما میدونید من راستش از این موقعیت دارم به موقعیت عمه میرسم. ببینید مادر فرهاد فکر کرده که رابطه عاطفی خیلی میتونه به پسرش امید بده. من فکر میکنم ما هم میتونیم از همین راه استفاده کنیم که سب کن. تا ته ماجرا رو خوندم. بنده خودم بارها و بارها به این موضوع فکر کردم، راهی هم پیدا نکردم. ای کاش واقعا میشد پیداش کرد. کی؟ فروخانو میگی؟ بله خانم، بنده دیگه عقلم به هیچ جایی قد نمیده واقعا. نادر که یه عمری رو تو اینجا گذرونده نتونسته خط و نشانی پیدا بکنه. وای به حال بنده که نیمی از عمرمو اون ورده کرد. من میگم آخه اگه این کارو بکنی ممکنه شمسی جون ناراحت بشه، اون وقت حالش بدتر بشه. شاید دوست نداشته باشه کسی تو زندگی سرک بکشه. نه پری خانم، من فکر میکنم اگه این دو نفر الان با هم روبرو بشن خیلی تو روحیه یه عمه تاثیر میذاره، مطمئنم اینو. ببین لیلا، یه چیزی میگم هیچ وقت فراموش نکن. حالا عمه رو بزنیم که در مورد فرهاد. فرهاد پسر خوب، هنرمند، حساس، از یه خانواده خیلی خیلی محترم، ولی نظر هیچ چیزی، هیچ موضوعی روی تصمیم نظر بذاره. باشه؟ چشمم جون، خودم حواسم به این قضیه هست. ما رو باش که فکر کردیم صبح اول صبحی میخواییم انرژی های خوب تقسیم بکنیم. لیلا جون صبح اول صبحی انقدر انرژی های منفی پرت کردی تا آخر شب حالا من هی دپرسم. قور نزنید پری خانم دیگه. همه فرصت ها همیشه در دسترس آدم نیستن. فرصت هایی هست که میتونی با آدم هایی که دوست داری تقسیم کنی. اون روزا تو شمس العماره همش دنبال یه اتفاق بودم، یه تغییر. اما دریغ که همون روزای خوب خود اتفاق بود، خود تغییر. چیه شریفه جان؟ چی شد مادر؟ به من که صدام در نیامد. چنان موج منفی کشیده زد به صورت من که نگو نپرس. چرا موج منفی به این بزرگی تو رو گرفته؟ کجا موج منفی من رو گرفته؟ شما کارتون رو بکنین. نه یعنی هیچیم نیست که من. بیا مادر جا. بیا. مادری که ندونه بچهش چشه مادر نیست. تو چرا دیشب نخوابیدی؟ هرچی من و رحمت نشستیم که تو رو خواب بکنیم آخر تو ما رو خواب کردی. چته تو؟
فکرم مشغول مامان خانم. اصلا تکلیفم معلوم نیست. از وقتی فهمیدم امید و تمام این اتفاقایی که افتاده سوء تفاهم بوده اصلا موندم چی کار کنم. فکر میکنم هر تصمیمی بگیرم دارم اشتباه میکنم. خب مادر جان، منم میخواستم ازدواج بکنم، دلم میخواست مدرسه خودمم برم. مادر خدا بیامرز من گفت اینجوری نمیشه که، یا رومی رومی یا زنگی زنگی. این بود که منم رومی رو ول کردم، زنگی رو گرفتم دیگه، مدرسه پدرسه رو ول کردم. آخ مامان خانم، الان دور زمانه فرق کرده، همه چیز الان اصلا یه شکل دیگه شده. بله همه چی که عوض شده، اما عوضش رحمت هم ارزشش رو داشت. مرد واقعا. یعنی شما الان راضین؟ یعنی اگه برگردیم به گذشته واقعا بازم همین تصمیم رو میگیرین؟ نه، مگه عقل من کمه؟ مگه تو نمیگه همه چی عوض شده؟ رومی و زنگی و منگی همه با هم قاطی شدن؟ من اگه عقل الانم رو داشتم مدرسه خودم رو ول نمی کردم که هیچ، رحمتم وادار می کردم که مدرسه خودش رو ول نکنه. شریف جان، بگم نمیشه حالا هم درس بخونی، هم خارج بری، هم ازدواج بکنی، همه با هم؟ چرا میشه، کار که نشد نداره، فقط یه ذره سخته. میدونین اصلا امید اول باید ببینیم راضی هست یا نه، بعد پذیرشش، بعد ویزامون، بعد تازه من خودم کلی عقب میفتم. چی بگم مادر جان، باید خودت تصمیم بگیری. نمیدونم، مگه دیگه نمیدونم چی درسته چی غلط. بعدش هم یه فکر دیگه هست که داره منو داغون میکنه. اگه من برم، وای، بابام تنها میمونه. بابا رو ول کن حالا، مامانو بگیر. بیچاره مادرش، حالا تو میخوای چیکار کنی؟ نمیتونم، خودم هم توش موندم. ببین چقدر ایمان و اعتقاد قوی داشته که تا حالا دوام آورده. کمتر آدم اینجوری پیدا میشه. اصلا همه جون، این فرهاد یه آرامش عجیبی داره که من خودم تا حالا تو زندگی تجربهش نکردم. میدونم عزیزم، اما یادت باشه تو نباید از روی دلسوزی با کسی ازدواج کنی. فکر نمی کنم اونم خودش اینو دوست داشته باشه. ولی قبول کنید که چه شرایط سختی گیر افتادم. اون تو مجبور نیستی بین اون و بقیه فرق زیادی بذاری. خوب فکراتو بکن ببین که نظرت راجع بهش چیه. ولی عمه جون، اون یه بیماری داره، این خودش فرق بزرگه با بقیه. چجوری میگیم فرق نذارم؟ که دست من و تو نیست، قربونت برم. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست که من و تو فکر میکنیم. اگه تو فکراتو کردی و دیدی که فرهاد واقعا مرد زندگیته، تردید نکن. تو چه میدونی؟ شاید عشقی که بینتون به وجود میاد این پسر رو حال روزش رو از این رو به اون رو بکنه. خب اگه نشد چی؟ گفتم اگر انتخابت فرهاد بود. ولی عمه جون، بیماری اون یه حقیقت وجود داره. ولی اگه اون واقعا انتخابت باشه، بعدش هر اتفاقی بیفته دیگه تأسف نمیخوری و پشیمون نمیشی. اما اگه نباشه، حالا برو به کارات برس، داره میاد اینجا. اول خوب بشناسش، بعد فکراتو بکن. بشو عزیز. پری دریا خانم، این راهش نیست دا. به فرض که ما بذاریم بریم، آخرش چی میشه ها؟ مامان پری ازدواج نمیکنه، دمی کنه دیگه. من عقلم همینقدر میرسه، فکر بهتری داری بگو. بالاخره فرار راه چاره نیست، جفتتون آدمای بالغی هستین، یه جوری نرم بریم با هم صحبت کنین، یکی اون یکی رو قانع کنه، بریم وضعمون این بدتر میشه. بدترین وضع واسه من همینه عزیزم، رفتم صحبت کنم دیدی که روم نشد، رود میشه، برو صحبت کن. بالاخره من تجربه مسائل رو دارم، نباید فرار کرد، باید وایسی جنگ کنی. ببخشید مادر شما چند دفعه ازدواج کردن؟ من تجربه فرار رو میگم دریا جان. مدرس عزیز خان سالی 3-4 بار رعد و برق تو جونم میافتاد، به سرم میزد از خونه بزنم بیرون. یکی شب عیدا بود، یه جوری نرم میخواست عیدی دادن به من گردن نگیره. یکی هم کلا وایسادم موندم جنگیدم مرد شدم. دارم میبینم. ببین دریا جان، ببین دیگه داری ناشکری میکنی یا ببین دیگه داری ناشکری میکنی. یه شوهر خوب نداری، سالم نیست، فرست کلاس نیست، که هست با یه کلیه نمیتونیم بچه دار بشیم که میتونیم بچه دار بشیم. حالا چند تا مسائل کوچیک این وسط ها فرار، آخه این راه حله، حل شدنی نیست به نظر تو؟ اگه حل شدنی بود تا حالا حل شده بود عزیز من. حالا تو چی گیری دادی بمونه اینجا؟ شکور نه، خودم میرم، فکراتو بکن. نه من حیفم میاد، من یاد روز عروسیمو میافتم، من با یه کت شلوار بودم، تو با یه لباس عروسی بودی، ولی الانو ببین
الانو ببینم، تو که همون کچلوارم نداری؟ ببین حواست نیست، ببین ببین داری ناشکری میکنی. اون روزا من همسر نداشتم، الان یه گل دارم. شما شوهر نداشتین، الان دارین. من بیکار بودم، الان کار دارم. اون موقع ها ما با یه کلیه نمیتونستیم بچه دار بشیم، الان میتونیم. تازه الان تو بابا بود اینا. خیلی شکور بوجود، تو چرا نمیفهمی حرف منو؟ مادر من 3 دفعه تا حالا ازدواج کرده، هر دفعه وضع ما از قبل بدتر شده. به 1000 دلیل که نمیتونم الان توضیحش بدم، من نمیتونم بذارم دوباره این اتفاق بیفته. میفهمی؟ سعی میکنم. اصلا هرچی شما بگی. شما میگی کجا بریم ها؟ نمیدونم، هر جا، هر جای جز اینجا. اصلا برمیگردیم شهرستان. حرفا میزنه شهرستان کدوم؟ من یه آدم سخت کوش و کاری، صبح پاشم از شهرستان میام تهران، شب برگردم برم شهرستان. ای بابا. آره میدونم، کاری که انقدر براش زحمت کشیدی از بین میره. بفرما. اصلا بریم خونه باباتینا، یه 2-3 روز میمونیم، بلکه مامان منم سر عقل بیاد. آره آره اتفاقا خوبه، میریم اونجا، ممکنه چند دندونه عزیزخان نصیحتت بکنه، قدر عافیتو بدونی. یه رعد و برقی تو جونت میفته که خودت میگی فرار کنیم برگردیم بیایم همینجا. پاشو جمع کن. یعنی به مامان بدری هم زنگ بزن بگو داریم میان. هیچ راهی نداره. نه نه. پریشونی دودلی منم کمتر از تو نیست لیلا. واقعا من چیکار کنم؟ تو جای من بودی چیکار میکردی؟ میرفتی؟ میموندی؟ یا ازدواج میکردی؟ تو جای من بودی چیکار میکردی؟ وقتی چشم امید همه بهت باشه، وقتی همه منتظر ازدواجت باشن، وقتی حال همه به انتخاب من بستگی داشته باشه، وقتی با یه بله میتونی به یه خواستگار زندگی بدی، وقتی پشت سرتو نگاه میکنی میبینی هیچی از خودت به جا نمیاد. باشه باشه، راست میگی تسلیم. اوضاع تو خیلی بدتر از منه. منو باش اومدم پیشه که دلم باشه. ببین عزیزم، تو باید بری با چند نفر که اونور بودن حرف بزنی، تجربه یه چیز دیگه است. هر چقدرم بشین جای بگی چیکار کنم چیکار نکنم، که خیلی چیزا دستگیرت نمیشه. خوش به حالت، تو کارت با فکر و تجربه را میفته. من چی بگم که فکرم یه چیز میگه، تجربه عمو هرمز و پری خانم هم یه چیز دیگه. اه فرهادو میگی؟ راستی میخوای چیکارش کنی؟ ببین چقدر موضوع جذاب بوده، یه شبه تا خونه مام رسیده. میخواستی نرسه؟ نا سلامتی مامانت اولین کسی بود که با خبر شده. خب حالا تو حالا به چه نتیجه رسیدی؟ میخوای چیکار کنی؟ نتیجه اونو که واقعا نمیتونم، ولی تنها چیزی که از این موقعیت دستگیرم شده اینه که میشه به یه مریض بتال انگیزه داد، روحیه زندگی داد. بله دست درد نکنه، نکنه میخوای مقاله پزشکی بنویسی. شریف تو قبلا واقعا خیلی باهوشتر بودی. یا مقاله پزشکی چیه؟ ما هم یه مریض بتال داریم، منظورم عمه است. لابد میخوای بگردی دنبال چی بود اسمش؟ فرخان. بالاخره یه حرف درست حسابی زدی. بله باید بگردم دنبال فرخان، ولی کسی هیچ آدرسی ازش نداره. خب تو مطمئنی که عمه خانم آدرسی نداره ازش؟ آره بابا، اون اگه آدرس داشت که تو همین ساله یه سوراخی ازش گرفته بود، مگه اینکه نخواد اصلا اسمشو بیاره. خب زن سابق فرخان چی؟ کسی آدرسی چیزی ازش نداره؟ نمیدونه کجاست؟ به اونم فکر کردم، تنها کسی که میتونه از اون خبر داشته باشه عمو هرمزه، که اونم ازش میپرسم میگه هیچی نمیدونه. پس دیگه باید حتما زنگ بزنی به بهروز یا نادرخان ببینی آدرسی چیزی شاید پیدا کردن ازش. بیا روم نمیشه. مگه یادت نیست آخرین باری که بهروز اومد اینجا چی شد؟ پیمانو دید، حالش بد شد، کلی ناراحت شد، گذاشت رفت. ببینم تو هنوز تصمیم تو راجع به بهروز نگرفتی؟ بالاخره میخوای باش عروسی کنی یا نه؟ فکرتو بکن، اگه میخوای بهش بگو آره، اگرم نمیخوای خب بگو نه. بهروز؟ چرا فکرام کردم؟ میدونی بهروز به نظر من یه آدمیه که مثل کوه پشتت وایساده. اگه باهاش ازدواج بکنی میتونی برای همه زندگی روش حساب کنی و بهش تکیه کنی. یه شوهر ایدئال میتونه باشه، ولی نه واسه من. من این مدت خیلی چیزا دستگیرم شد، میدونی خیلی فکر کردم. بهروز آدمیه که همه زندگیشو فدای دوستاش و رفیقاش میکنه. حتی زندگی خودش و زن و بچه‌ش هم ممکنه بزنه، بریزه به پای رفقاش. چرا که بعدا نگن بی‌مرام و بی‌معرفت. خب اینکه خوبه، تو تکلیفت با خودت روشنه. به اونم بگو تکلیفش روشن شه، بیچاره شاید بخواد بره دنبال زندگیش. میخواستم بگم، ولی میدونی این قضیه سند و اینا پیش اومد، گفتم الان بهش میگم. نمیخواستم منم بی معرفت بشم. بعدش هم که اومد اینجا پیمانو دید که اصلا روم نشد بهش زنگ بزنم. ببین لیلا اینجوری نمیشه، به خاطر عمم که شده باید یه زنگ به بهروز بزنی. واقعا؟ آره.
بهش میگم دیگه. الو سلام، خوب هستین؟ بله من لیلا. بله مامان بابا همه خوبن؟ بله، اتفاقا منم برای همین تماس گرفتم. ببینید آقا بهروز، راستش من این مدت خیلی فکر کردم، همه جوانب رو در نظر گرفتم. میتونید من و شما خیلی به درد هم نمیخوریم. نه نه ببینید، منظورم اینه که شما یه صفات خیلی خوب دارید که میتونید برای هر کسی همسر ایدئالی باشین، اما من برای شما همسر ایدئالی نیستم. بله خوشحالم که شما به همین نتیجه رسیدین. نه خیر عرضی نیست، سلام برسونید. نه نه ببینید یه مسئله هست. ببینید عمه جون حالشون داره همینطوری بدتر و بدتر میشه و دکترها هم یه جورایی در واقع قطع امید کردن و گفتن درمانی وجود نداره، خارج از ایران هم واقعا نمیشه برای ایشون کاری کرد، فقط یه راه میمونه، اونم اینه که به ایشون انگیزه زندگی بدیم. بله متاسفانه اینطوری. بله حالا یه سوال شما هست، فرخ خان خبر داریم؟ شریفه و من هر دو در آستانه یه تصمیم گیری بزرگ بودیم و جالب اینجاست که هر دو میتونستیم درباره هم خوب نظر بدیم و فکر کنیم، اما تو کار خودمون مونده بودیم. خب میگن آدم برای تصمیم گیری بهتر دور از موضوع باشه، شاید علتش همین بود. چه نمیاد این یارو پس؟ خلیل عنکبوت دیگه، همیشه دیر میکنه. دریا جان من بار سفر بستین، کجا خیره؟ هیچی جایی نمیریم، شکوی یکم ناراحت بود گفت بهتره بریم، یعنی اگه شما و دایی هرمز با هم ازدواج کنید دیگه روش نمیشه توی خونه بمونه. شکو دریا برای من بهانه نیار، اصلا تو به من بگو این روزا چته. من چیزم نیست مامان جون، مشتاقانه منتظر عروسی شما و دایی هرمزم. به من دروغ نگو، با حرف زدن خیلی چیزا درست میشه. بار سفر بستی که چی؟ با رفتن خیلی چیزا عوض نمیشه. یعنی من بذارم برم هیچی عوض نمیشه؟ یعنی برای شما اصلا اهمیتی نداره؟ قربونت برم چرا اهمیت نداره؟ تو رفتی سر خونه زندگی. من ازت یه سوال میکنم، من این حقو دارم که واسه بقیه عمر خودم تصمیمی بگیرم یا شکور تو یه چیزی بگو. من که از اولش هم گفتم بله، اصلا شلوغ باشه بهترم از یکی بخوابه، معلوم نمیشه یه گیر بدم بهش. بله اصلا به نظر من این مسئله خصوصی و خانوادگیه، به من ارتباطی نداره. دریا جان به من نگاه کن، نگاه کن به من. من ازت یه سوال کردم، من حق اینو دارم که واسه بقیه عمرم تصمیم بگیرم یا اینکه باید یه گوشه بیفتم همینجوری بمیرم؟ اینجوری مامان جون یه عمر برای خودتون تصمیم گرفتین، چی داشت؟ برای من چی داشت جز اینکه مضحکه مردم بشم؟ نه نه من هر کاری کردم به خاطر تو بوده. به خاطر من؟ دستتون درد نکنه، انگار یه چیزی هم بدهکار شدین. اگه به من بود که من یه روزش هم تحمل نمی کردم. هر کاری کردم به خاطر این بوده که تو راحت باشی. حالا این بار که من به خاطر دل خودم دارم تصمیم می گیرم، تو توش نمیاری؟ مگه نمیگین همش به خاطر من بوده؟ آره قربونت برم، این یه بارم روش، این دفعه رو به خاطر من گذشت میکنی؟ بفرما حقوق بیدلیله خیلی عنکبوته اومد. چشم هر کاری بگی میکنم، تو فقط نرو. شکر و ساکا رو باز کن. قابلی نداری شمسی جون، بهانه بود واسه احوال پرسی. دست شما درد نکنه عروس خانم، زحمت کشیدی. عروس خانم تا قبلش فکر میکردم سن و سال نداره، ولی دیگه از ما گذشته. چی شده پکری عروس خانم؟ هرمز حرفی بهت زده؟ هرمز خان؟ نه هرمز خان هیچ وقت از گل نازکترم نمیگه، اصلا از صبح تا حالا ندیدم ایشون. پس چی شده؟ یا کسی حرفی زده یا یه اتفاقی افتاده؟
شمسی جون، من نگران دریام. چرا؟ شکور که رفته سر کار، مگه باز دوباره دعواشون شده؟ اونا که همیشه با همدیگه دعوا دارن، ولی این دفعه دعواشون با منه. ای بابا، چه دور زمونه ای شده؟ بچه ها تو روی بزرگترها وامیستن. حالا بگو ببینم چی شده؟ دریام مخالفه، سفت و سختم وایساده، نمیدونم چی کار بکنم. به هر حال همه چی درست میشه. همه چیز که از اول رو به راه نیست، اولش سخته، اما تهش شیرینه. من برای دریا خیلی زحمت کشیدم، تمام عمرمو به پاش گذاشتم، از همه کس حرف شنیدم واسه اینکه دریا راحت باشه. حالا از من اینقدر ناراحتی، میخواد بذاره بره. بذاره بره؟ ای بابا، شما یه عمر وقت و زندگی تو گذاشتی برای اون، حالا دیگه نمیتونه توقع داشته باشه که باقی عمرت هم صرف اون کنی. بهش بگو بیاد، من باهاش صحبت میکنم. نه، من خودم باهاش حرف زدم، اصلا به هیچ راهی مستقیم نیست. اونم همین یه دفعه‌ای که من باب میل خودم و علاقه خودم میخوام ازدواج کنم. قشنگی عشق به همینه پری خانم. اگه مف به دست میومد که فایده ای نداشت. مگه نشنیدین حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. آره، من همه کار کردم واسه اینکه این لبخند از رو صورت دریا نره. حالا که از آب و گل در اومد، اینم شد مستم. حالا یه کمی صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. زمان خودش خیلی چیزا رو حل میکنه. من دریا رو خوب میشناسم. خیلی سفت و سخته. بعید میدونم از حرفش برگرده. هیچ وقت فکر نمی کردم میونه این همه خواستگار رنگ و رنگ و عجیب و غریب یه آدمی با این خصوصیاتم پیدا بشه. آدمی که تقریبا شبیه هیچ کس نیست. حیف نیست آدم ها ذات و زندگیشونو فدای مفهوم قراردادی بکنن. اون وقت میگن طرف بعد قوله. چرا؟ قرار بوده ساعت 3:30 بیاد، حالا 3:30 اومده. به نظر من ساعت اونیه که من بهش ارزش بدم، نه اون به من. اتفاقا من یادم بچه که بودم به همین مفهوم قراردادی و ساعت و اینا خیلی فکر میکردم. مثلا فکر میکردم که به جای 24 ساعت مثلا شبانه روزو بکنیم 50 ساعت. فکر میکردم آدم ها اینجوری بیشتر وقت دارن. خیلی جالبه. بعد اعتراف کنم من هرگز به این دیگه فکرم نکرده بودم. برای سن و سال بچگی خیلی ایده خوبیه. چرا الان دیگه اونجوری فکر نمیکنی؟ خب آخه دیگه الان بزرگ شدم، موقع بچه بودم. میدونی بالاخره هممون به این زمان بندی و ساعت عادت کردیم. به نظر من عادت کردن لطیفترین حسیه که میشه توی هر موجود زنده ای ایجاد کرد. عادت کردن یه اعترافه، یعنی اینکه من بی اون نمیتونم. با عشق خیلی فرق داره. عشق بالا و پایین داره، زیر و بم داره، تلاطم و طوفان داره، آرامش هم داره البته، ولی مدام باید منتظر یه نوسان باشی. عادت کردن اما همش آرامشه. ناراحتتون کردم؟ نه ببخشید، خیلی معذرت میخوام. فکر نمی کردم حرفام اینقدر تلخ باشه. نه حرفاتون تلخ نیست، من یهو فکرم رفت یه جای دیگه، ببخشید. میتونم بپرسم کجا؟ پیش هدایت خان؟ نه، من میدونید این ساعتو عمه برام خریده، چند وقت پیش هدیه داد. تو فکر عمه بودم. میدونید این روزا حالش خوب نیست، روز به روزم داره حالش بدتر میشه. بعد من خیلی نگرانم، میدونید، نگران روزایی هم که ممکنه دیگه نباشه. من خیلی بهش عادت کردم. کی گفته مرگ یعنی نبودن؟ من با این واژه بودن اساسی مشکل دارم. ما خودمون رو میذاریم وسط جهان هستی، بودن و نبودن رو از روش تعریف میکنیم. خب زمانم همینه. اسم یه واحدی از اون رو میذاریم سال، اون وقت میگیم آخه فلانی جوون مرگ شد. چرا؟ چون تعداد سالاش مثلا به 40 نرسید. خب ببینید، من راستش نسبت به عمه نمیتونم اینطوری فکر کنم. یعنی سخته. شما خودتون میتونید به همه آدم ها همینطوری نگاه کنی؟ نه، خب باید بهش کمک کنید. باید کمک کنید که از عمرش حالا هر چقدر هست استفاده کنه. لیلا خانم،
طول زندگی اصلا مهم نیست، عمقشه که مهمه، همون چیزی که خیلی از آدم ها اصلا بهش فکرم نمی کنن. بله، میدونی حرفاتون واقعا برام تازگی داشت. ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به هر حال من اومدم خواستگاری که به زندگیم عمق بدم. به حرفان فکر کنی. حتما. خداحافظ. خداحافظ. روزای زیادی به این تابلوها نگاه کرده بودم، اما بازم فکر نمی کردم که روزی یکی از آدمایی که پا به شمس العماره می ذاره نقاش این تابلوها باشه. نقاشی که نگاهش به زندگی خیلی برام عجیب و جالب بود.